تشکر میکنم. رشاد جان زائر، با همه مشکلاتی که وجود داشته، مثلا شما برای یک سفر بسیار کوتاه مدت تورنتو تشریف آورده بودین، ای که حاضر شدین و لحظات چند با شما مصاحبت داشته باشم، بسیار ممنون هستم. و بیننده عزیز، به شما بهتر معلوم است که رشاد جان زائر بسیار به ندرت حاضر میشن به تلویزیون ها، حتی به رادیو ها و هیچگاه قدر نمیخواین که صحبت داشته باشن یا بخواین که مثل دیگر ها به اصطلاح خود رکلام بکنن یا تبلیغ بکنن، یا ای که شاید هم از مصروفیتشان باشه که جدا شاید زیاد مصروف باشن و در این سرزمین ها همه مصروف هستن. بله. من از شما یک جان سپاسگزار هستم رشاد جان زائر، با ای که لطف و محبتی که داشتین، گرچه که ما و شما بارها از طریق تلفن صحبت ها داریم، هفته یک دفعه دو دفعه صحبت میکنیم، ولی ای که برای بیننده ها شما حاضر شدین که صحبت داشته باشیم، ممنون هستم. تشکر بای جان، من خودم بیاد خوش هستم از اینکه شما را برای اولین بار از نزدیک میبینم. قسمی که پیشتر گفتین، با وجودی که ما شما همیش از طریق تلفن در تماس بودیم، من احترام نه تنها به خودتان بلکه به تمام فامیلتان احترام زیاد دارم. باز پسر شما نوی جان خو یکی از دوستای نزدیک خودم است، دیگر بیاد خوش هستم که شما را از نزدیک میبینم و این مصاحبه را ما شما داریم. دیگر قسمی که پیشترم گفتیم، دلیلی که در گذشته مصاحبه زیاد نداشتیم این نبوده که خدای ناخواسته غلط فهمی نشه بیش مردم هم، این نیست که ما علاقه نداشتیم یا با مردم هم یا ندارم، فقط مسئولیت کار و زندگی و فامیلی است. یک پاس بگه اما باید خوش هستم که امی اپورتونیتی برابر شد که ما بتانم تورنتو بیایم، و اگرچی بسیار به وقت کم بود، فقط دو روز است دیگه، اما بازم خوش هستم. چیز زیبا است که پیش از اینکه ما دیگه سوال مطرح بکنم، رشاد جان زائر، شما که لطف بکنین بگوین که همین سفر شما به کدام مناسبت بوده که تورنتو آمدین؟ دلیلی که من اینجا آمدم اصلا از خاطر یک دو آهنگ نو ثبت کردیم، امروی نوی جان میخواستم که می ویدیو کلیپ شد جور کنیم، دیگه وام تکمیل شد، شاید تا یک دو ماه بعد بره. امیدوار هستم که شنوندای ما خوش کنن. آهنگای جدید است، یک کمپوزش از خودم است، شعرش از حضرت حافظ است، آهنگ شال است. اما این رو باید بگم دلیل که خطه کلم ایست که در گذشته در سه سال آخر زیادتر آهنگای ما که از طریق اینترنت یا تلویزیون پخت شده آهنگای آستا بوده، دیگه از او خاطر میخواستم برای شنونده بگم که یه آهنگ شاد و مست است، امیدوار هستم خوشتون به. یک آهنگ دیگه هم است که اصلا کمپوز ایتالیایی است، تصنیف شده، بله، اما پدرم شعرش نیفهم از کی است، اما پدرم هم کمپوز خواندن، دلبرا اگر تو یار من باشی. آها، لوپام هست، اسپانیایی هست، به نام کبوتر یاد میشه که ایره گل احمد شیفته خدا بیامرزش او خوانده بود در اول، یعنی تقریبا در حدود 60 و چند سال قبل خوانده شده بود. یعنی بسیار جالب، من از پدرم فقط شنیده بودم دیگه، اما آهنگ خودم کمپوزم خوشم، اگرچه شعرش نفهم از کی است، اما آهنگ مقبول است. دیگه استاد سلیم سرمست همین شعر تهیه کرده بودن، سعی کنین کافم چقدر نام خودش هم معلومات داریم و همین موزیکش هم فقیر محمد ننگیالی ترتیب داده بود در اون زمانی که البته گل احمد شیفته که خان در اوائل بود، که گل احمد شیفته یک تن از هنرمندایی بود که در اوائل رادیو کابل بیت میخواند، که حالا خداوند غریق رحمتش کنه که وفات کرده، ولی با آن هم اتو بر شما بگویم که اوری که بعدا احمد زائر بزرگوار که خداوند غریق رحمتش کنه که خان، او دیگه در دلها همیشه ماندگار است. یکی که شما دوباره خانی کردین یه جای بسیار بسا خوشی است. تشکر. دلیلی که خودم هم یه آهنگ انتخاب کردیم ایست که خوش خودمه، یک فکر میکنم یک خواننده وقتی که یک آهنگ خوش میکنه یا تصمیم میگیره که یک آهنگ بخونه، باید راستی اول خوش خودش بیاد. دیگه یه آهنگ بیاد خوشمه و کوشش کردیم که موزیک هم یک ذره مارن باشه و
امیدوار هستم خوش شنونده ما بیاید، شاید تا یک دو ماه بعد ویدیو کلپش برای رشاد جان. ببینید سر این موزیک و چیزا آمدیم. بله. آیا مو سبکی که پدر بزرگوارت احمد ظاهر شهید موزیکش بود و سبک خواندنش بود، آیا تا به حال، نه به خاطر از اینکه پدرت بود، آیا تا به حال دیگه اتو یک هنرمند رو دیدی که با او سبک رفتار داشته باشه و با مو موزیک با مو استایل بخونه؟ به سایل مکتب پدرم مقصد کنسته؟ نه نه، خوانده را خو میخوانند اکثرا جوان ها پیروی از احمد ظاهر شید نگوته باشه لس بسیار دراز است. نه نه، هدف از رزیز این موزیک آل کس میتونه که به مشکل اجرا بکنه؟ ما موزیک خو اگر از نگاه موزیک بگیم امروز از نگاه تکنولوژی یا بسیار پیشرفت چیزا وجود داره. بله، فکر میکنم اگر پدرم زندان می بود استفاده خوب میکرد از تکنولوژی. بله، واقعا مستعد بود. بله، خودشان هم روشن فکر بودن. اما اگر از نگاه آوازخوانی بگویم، وایره ما نمیگم از خاطر که پسرشان هستم، خدا کنه که غلط فهمی چیز نشه، عقیده شخصی خودم است. ما آوازشان رو بیاد خوش دارم. خودم هم یک کمتومه که معلومات در موسیقی دارم، فقط خواننده افغانی نه، یعنی خواننده غربی رو هم که آدم مقایسه کنم رای پدرم یا خواننده خوب شرقی که ما شما داریم، هر کس البته جای خود داره، اما خودم شخصا بسیار لذت میبرم از اینکه آوازشان رو بشنم. همیشه فکر میکنم یکی از مقبول ترین آوازها را داشتن. باید آوازشان صاف بود و از نگاه اکتیو رنج بسیار یک رنج خوب داشتن. من فکر نمیکنم که کسی تالخ نشیندیم یک کسی را که آوازش واقعا نمتراست. واقعا نمتراست ای که خودت فرزند احمد ظاهر استی، او گپ جدا هست، ولی تمام میلیون ها انسان هموطن ما اید درک کردن که او یک نبوغ داشت. احمد ظاهر واقعا یک نبوغ داشت و بالاتر از همه چیز، یعنی بالاتر از همه هنرمندای شرق، زیبا میخواند و مستعد بود و خوش آواز بود. خوش آواز بود، مبتکرم بود. و یا نگفته نمانه که من به بسیاری هنرمندای دیگه من بسیار علاقه دارم. یعنی ما شما خواننده بسیار خوب داریم، خدا بیامرز استاد سرنگ ما شما بود، استاد هاشم ما شما داشت، نه چی نابغای ما شما داشتیم و فعلا هم همین هنرمندایی که زنده هستن از حسن از دوران شما یار باید قدر شون. در وقتی که زنده هستن من فکر میکنم قدر شون. بگه خدا را شکر است، استعداد زیاد است. شما از استادا و از اینا یاد کردین، از خرابات افغانستان، از استاد سرنگ. ما از طریق، البته به اجازه شما، از طریق برنامه تلویزیون نوید برای استاد اماهن تسلیت عرض میکنم وفات خانمشان که آخرین نفر از فامیل استاد شیدای مرحوم هم وفات کردن، که دختر استاد شیدا بود که اونا هم وفات کردن. برای تمام خراباتی ها در مجموع تسلیت عرض میکنم. خداوند دیگه ای استادای ما را، دیگه ای خراباتی های ما را داغ و درد نشان نده.